رسانه‌های پاکستانی روز یک شنبه گزارش دادند که شماری از شهروندان این کشور پس از زیارت اربعین امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا برای بازگشت به پاکستان با مشکلات زیادی مواجه شدند به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از رسانه های پاکستانی زائران پاکستانی که از مناطق تفتان و رمضان از مسیر ایران وارد عراق شده و زیارت اربعین را در شهر مقدس کربلا انجام دادند در راه بازگشت به کشورشان با مشکلات زیادی مواجه شدند در ادامه این گزارش ضمن ابراز تأسف از بدرفتاری با شهروندان پاکستانی در گذرگاه های مرزی ایران حل مشکل زائران امام حسین علیه السلام به عنوان وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی به دست مرزها توصیه گردید. بر اساس این گزارش زائران پاکستانی از نبودن خدمات لازم دولتی و عدم مساعدت مقامهای دولتی در مرز ایران برای بازگشت بدون دقدقه آنان به محل سکونتشان شکایت کردند و همچنین از مردم مؤمن و خداجو تقاضا نمودند که برای پذیرایی از آنها موکب و خیمه برپا نموده و به آنان خدمات ارائه دهند لازم به ذکر است که دو روز پیش نیز تقریبا 18 زائر پاکستانی از دشواری بازگشت هوایی به کشورشان از مسیر فرودگاه بین المللی بغداد پس از گم شدن پاسپورت خود شکایت داشتند این زائران در گفتگوهای مطبوعاتی اعلام کردند که به دلیل مفقود شدن گذرنامه های خود و نداشتن بلیت برگشت روزها در فرودگاه بین المللی بغداد سرگردان ماندند چرا که شرکت هواپیمایی عراق از آنها خواسته بود مبلغی اضافه که حدود 150 دلار تخمین زده میشد بپردازند در حالی که به دلیل اتمام پولهایشان پرداخت این مبلغ برای آنان دشوار دشوار بوده است